خدمت شما آقای افشینجم از وقتی که به ما دادید و به برنامه گفتگومان تشریف آوردید سپاسگزاریم از شما. خیلی سپاسگزارم از شما که از من خواستین که در برنامه‌تون شرکت بکنم و خوشحالم که در خدمت شما و مهمانتون باشم. بله، آقای سیروس آموزگار هم همراه ما هستن امروز در این گفتگو که من ابتدا سوالم را از شما می کنم. آقای افشینجم، میدونید که دیروز آقای نتانیاهو قبل از رفتنشون به ورشو صحبتی کردن که یه مقدار از نظر میدیایی جنجال برانگیز بود. صحبت ایشون این بود که ایشون به این نشست میرن و در حقیقت با کشورهایی که پیشگام عربی که با اسرائیل منافع مشترک دارند برای جنگ با ایران، یعنی میرن، دقیقا از جمله جنگ استفاده کردن که بعدن این گفته در حقیقت چون به صورت عبری گفته بودن ترجمهش دقیقا میشه جنگ، ولی بعدن مقابله گفتن، مقابله عنوانش کردن. با اینکه آمریکا در حقیقت این هدف این نشست رو ترسیم آینده برای صلح و امنیت خاورمیانه عنوان کرده، شما این در حقیقت حالت خشونت آمیزی که ولو در گفتار در از آقای نتانیاهو که همیشه معتقدن که جمهوری اسلامی یا دیگران به ایشون حمله میکنن یا به اصطلاح اسرائیل، اینو چطوری میتونید تعبیر بکنید؟ بفرمایید. بله، ببینید یه کمی بریم چند قدم بریم عقب، مثلا میکنم خیلی سریع این مطالبی که شما مطرح کردین بگم. وقتی که شما یه کسی شما رو تهدید به مرگ میکنه، تهدید به عرشبت حضورتون که نابودی شما میکنه، شما در حقیقت دو تا کار میتونی بکنی. یکی این که از خودتون دفاع بکنی، بعد از مدتی همش که ما خودتون دفاع میکنی بعد میبینی که این فایده نداره، باید یک شده که یک ناتوی عربی ایجاد بشه در مقابل خطرهایی که جمهوری اسلامی برای منطقه و در حقیقت همون که همین چند روز پیش هم آقای خامنه ای و دیگر کسانی که سردمداران حکومت هستن راجع به نابودی اسرائیل صحبت کردن، بتونن که یک کار اساسی در آتیه بکنن. همینطور که آقای پومپیو دیروز و امروز اشاره کردن، این تازه شروع کاره و من فکر میکنم که پیامد این نشست خیلی بیشتر خواهد بود. و البته این آن چیزی که در خود کنفرانس گفته میشه و مطرح میشه، در حاشیه کنفرانس خیلی مسائل مهمتری مطرح میشه که ما نتیجه این گفتمان رو در عرشبت که روزهای آینده، هفته های آینده در عمل خواهیم دید. و من فکر میکنم که انزوای جمهوری اسلامی خیلی بیشتر خواهد بود. بنابراین برگردم پرسش شما، من فکر میکنم که بهترین، همونطور که همیشه گفته شده، بهترین دفاع حمله است. بنابراین آقای نتانیاهو هم این کارو این صحبت رو میکنه. البته این فراموش نکنیم آقای نتانیاهو به زودی باید وارد جرگه عرشبت که انتخابات اسرائیل بشه و یک مقدار از این صحبت ها میتونه که عرشبت که خوراک اون دست راستی های اسرائیلی برای انتخابات باشه. من در خدمتتونم. سپاس از توضیحاتتون. آقای افشینجم، مسئله اینجاست که آقای روح از نماینده ای از ایران در این نشست حتی دعوت نشده بوده. شما این رو چطوری برداشت میکنید؟ به هر حال اگر مسئله ثبات و صلح و امنیت خاورمیانه بوده، آیا نمیبایست که از کشور ایران هم دعوت میشد؟ بفرمایید. قاعدتا از نظر پروتکل شاید، ولی اگر امروز به سخنان وزیر خارجه لهستان دقت کرده باشیم، ایشون گفتن که علت این که ما ایران و جمهوری اسلامی رو دعوت نکردیم به خاطر اینکه کارهای تروریستی میکنه.
کسی اگر که سازمانی کشوری کارهای تروریستی انجام ده، کارهای مخل منافع دنیا انجام میده، جایی در هیچ محفلی نداره. و ایشون اشاره کردن اگر رفتار جمهوری اسلامی عوض بشه مطمئنا در کنفرانس های شبیه این عرصبت حضورتون دعوت خواهد شد. خب این یک گفتمان خیلی دیپلماتیکه و نایمده بگه که اینا تروریست هستن و غیره، که البته جمهوری اسلامی تروریست یک کشور، یعنی یک حکومت تروریستیه و عرصبت کشتیبان تروریست هست. و علت در حقیقت علت این گرده همایی هم همین هست که چجوری مقابل این حکومت عرشبت که یاغی وایسن. بنابراین اگر قراره که راجبه ایشون این تصمیم بگیرن طبیعیه که او خود یاغی رو دعوت نمی کنن، یعنی چیزی واضح هست. آقای افشینجان، در جلسه در حد نخست وزیر یا رئیس جمهور هیچ کس از هیچ کشوری که شرکت کننده نداشتیم غیر از اسرائیل، این رو چطوری شما ارزیابی میکنید؟ ببینین آقای پنس معاون آقای ترامپ اونجا هست، آقای نتانیاهو هم که شما اشاره کردین، خود آقای پومپئو هست و حدود 36 کشور ظاهرا وزیر خارجه فرستادن و بقیه یا در حد معاون وزیر خارجه و یا در حد مدیر کل فرستاده شدن. این نشون میده که یک مقدار اونهایی که در حد وزیر خارجه نفرستادن و غیره یک مقدار به قول معروف دست به عصا رفتن، به خاطر اینکه بخوان یک مقدار عرشبت که هم خدا را خواسته باشن هم خورما رو، بنابراین به اون تن در دادن که البته یک خوراکی میشه برای جمهوری اسلامی، ولی از این که در حقیقت شرکت کردن، خب این خودش نشون میده که جزء این جرگه میخوان باشن. و البته خیلی مهمتر میتونست باشه که همشون در این سطح باشن و یا در سطح حتی تعدادی از رئیس جمهورها یا نخست وزیرها. آقای نتانیاهو هم شرکتش به خاطر این که اگر حتما میدونیم که وزیر خارجه نداره، خود ایشون هستن که عرشبت که وظایف وزیر خارجه رو اجرا میکنه. به هر حال به نظر علت اصلی اینه که اسرائیل گرداننده این کنفرانس بیشتر میتونه باشه و به همین دلیل حتی اگه وزیر امور خارجه هم داشتن آقای نتانیاهو شخصا حاضر میشدن در این جلسه، به خاطر اینکه هیچ کسی نمیتونه مثل آقای نتانیاهو ایفای کلام بکنه در مورد این مسائل. بله من درست میفهمید. من میخوام یک چیزی اضافه بکنم که از ذهنم خارج شد و اونی که آمدن آقای نتانیاهو یک موضوع دیگه هم مطرح میکنه. نشستن آقای نتانیاهو در پشت یک میز با تعداد بسیار زیادی از کشورهای عربی و عرشبت که کسانی که با همدیگه در گذشته نه چندان دور دعوا و مرافع و عرشبت که چیز داشتن، و این یک مقدار به اصطلاح آب شدن یخهایی هست که در این هم در حدود 70 سال بین اعراب و اسرائیل بسته شده بود و اینا داره آب میشه. و این نشون میده که در حقیقت دنیای عرب مخصوصا اونهایی که شرکت کردن متحد هستند برای اتحاد علیه جمهوری اسلامی، و این یک بر در حقیقت یک برگ برند چند برگ برنده برای آقای نتانیاهو بود، نشستن جلو در مقابل دوستانش چشم در چشم صحبت بکنه، مطالب رو مطرح بکنن و عرشبت هست این که یک اتحادی بین اسرائیل و کشورهای عربی انجام بشه. یادتون نره اگر قراره که کارهایی انجام بشه بر علیه جمهوری اسلامی، در حقیقت نیازی به اسرائیل هست، تکنولوژی اسرائیل هست، و خب وقتی که اسرائیل اگر قراره که کاری انجام بده با متحدینش به عنوان ناتوی عربی، مسلما آمریکا هم با کمک‌های تکنیکی و عرشبت که غیره میتونه کمک‌های شایسته‌ای رو بکنه. ولی من فکر میکنم که موضوع خیلی خیلی عمیق‌تر خواهد بود
در ماه‌های آینده یا حتی هفته‌های آینده بر علیه جمهوری اسلامی. آقای افشینجان، شما حضور طرفداران شاهزاده رضا پهلوی رو در ورشو و عده‌ای حتی از مجاهدین خلق که گروهی رو اونجا برده بودن که معمولا مجاهدین ترکیبی از ایرانی و ملیت‌های دیگر رو میبرن، ولی خب حسنش اینه که طرفداران شاهزاده به طور یعنی صادقانه ایرانی بودن همشون. شما این رو چطوری ارزیابی میکنید؟ آیا فکر میکنید حضور این افراد در اطراف اون سازمان کنفرانس چه تأثیری میتونه در مورد تصمیم گیری ها بذاره، در شرایطی که ما میدونیم به هیچ وجه مسئله مردم ایران و مسائل حقوق بشری قرار نیست که در ایران رعایت نمیشه، قرار نیست اشاره بشه و فقط مسائل امنیت خاورمیانه و بیشتر امنیت اسرائیل که این جاهای اهمیت در این کنفرانس. بفهمید، من فکر میکنم در مجموع اگه بخوام جنبندی بکنیم، خوبه که طرفداران آقای شاهزاده رضا پهلوی اونجا بودن و عرشبت حضورتون که خودشون اونجا نشون دادن، یه مدار سرصدا کردن، پرچم داشتن، عکس شاهزاده رو اونجا داشتن و خب این یک نشونه وفاداری و عرشبت که اظهار وجود برای طرفداری از شاهزاده رضا پهلویه، تو خب خیلی خوبه. از طرف دیگه می‌بینیم که مجاهدین هم اونجا شرکت دارن، اونا هم به قول معروف ماسل نشون میدن، بازوشون رو نشون میدن که ما هم هستیم و خب با یک ارگانیزیشنی که با هیچ کسی دیگه قاطی نمیشه، اونا خودشون برای خودشون میرن و اونا هم عرشبت که اجندای خودشون دارن، برنامه خودشون دارن. آقای جولیانی رو دعوت کردن همونطوری که اطلاع داریم برای سخنرانی و آقای جولیانی گفته، اونم که مشاور عرشبت که آقای ترامپ هست، گفته که جمهوری اسلامی باید بره و خواهد رفت و عرشبت حضور، چون که این از یک قسمت موضوع، ولی از قسمت دیگه که آیا این گرد همایی که اومدن کمکی میکنه برای عرشبت که سخنی که اینا ممکنه داشته باشن در مقابل اونها، مسلماً به نظر من نداره، اگرچه حضورشون خیلی میشه گفت مثبته و همین که بگن که ما طرفداران شاهزاده هستیم یک کلاس هست برای شاهزاده، ولی از این که اونها تصمیم بگیرن که چه اتفاقی خواهد افتاد اینطور نیست. در درجه اول باید وضع جمهوری اسلامی مشخص بشه و همونطوری که بارها و بارها خود شاهزاده هم اشاره کرده و هم اونایی که منتقد هستن و هر شبت که پیشبینی آینده رو میکنن، تصمیم نهایی با مردم و صندوق رعیا هست که در حقیقت در این مورد به خاطر یک آمار علمی که گرفته شده، شاهزاده رضا پهلوی بیشتر از هر کسی دیگه اساس که شانس در حقیقت طرفداران بیشتر داره، ولی خب نمیشه در حال حاضر صحبت راجعه اون کرد تا اینکه مردم با برکنار بشه و هر شبت حضور چون که رعیا مشخص میشه. بنابراین من اینو اشاره بکنم، فقط و فقط اتحاد هست بدون اینکه کی میتونه در آینده چی بشه چی کار بشه، ما اون اتحاد رو ممکنه بشکنیم. بنابراین بهتره که ما فقط و فقط الان برای برکناری جمهوری اسلامی کار بکنیم که تفرقه ایجاد نشه. الان میبینیم در رسانه‌های مجازی و غیره می‌بینیم که چه انشقاق‌ها به ضرر ماست، به نفع جمهوری اسلامی است. در خدمتتون. سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید آقای افشینجان، و من اگر اجازه داشته باشم سوال‌ها رو با آقای سیروس آموزگار ادامه بدم و میدونم شما گفتگوی دیگه ای مثل این که جای دیگه ای دارید که به ما به هر حال در وقت تنگی که داشتید این فرصت رو دادید. خیلی سپاسگزارم از شما و از حضورتون مرخص میشم. با اجازه. خیلی سپاسگزارم از این که منو دعوت کردیم برای این مصاحبه. سپاس. آقای سیروس آموزگار، بسیار خوشحالم از این که به برنامه ما در گفتمان پیوستید و
گفتگوی ما پیرامون مسائل ورشو هست و دوست داشتم که اولا به شما خوش آمد بگم و بعد هم نظراتتون رو راجع به مسائل کنفرانس ورشو جویا بشم. نظر بنده حادثه مرز ورشو حادثه است به ضرر جمهوری اسلامی و به نفع ما، و علت اینم که انقدر سران جمهوری اسلامی عصبانی هستن به خاطر همین هست، چون تک تک این کشورها میدونید که با جمهوری اسلامی کوچکترین رابطه و دوستی ندارن هیچ کدوم از این کشورها، یعنی در تمام دنیا هیچ کشوری با کشور جمهوری اسلامی ارتباط نزدیک نداره. و این کنفرانس ژنو، کنفرانس ورشو یک نوع تجمع مخالفین هست. به هر حال از توش هر چیزی که در بیاد، البته به همه کشورها نیومدن، کشور فرانسه هم نیومد، کشور آلمان هم نیومد، ولی هر دوتا این که دوتا کشور کشورهای مهم اروپایی هم هستن، مسئله شون بر سر جمهوری اسلامی و اینکه نمیخوان راجع به سرنوشت جمهوری اسلامی صحبت بکنن نیست. خود فرانسه یه مقدار اختلافات خاصی دارد با دولت آمریکا و تصور میکند که پشت آموزگار. آقای نتانیاهو قبل از رفتن به ورشو گفته بود که هدفشون اینه که در این نشست آشکارا همراه با به اصطلاح کشورهای عربی که با اسرائیل مشترک المنافع هستن به جنگ ایران برن. شما این لحن جنگ ستیزانه آقای نتانیاهو رو، گرچه بعدن سعی کردن صحیح کنن و بگن که مقابله با ایران هست هدفشون، هدف این کنفرانس، چطوری ارزیابی میکنید؟ در حالی که هدف برگزاری این نشست به گفته آمریکایی‌ها ترسیم آینده توأم با صلح و امنیت در خاورمیانه است. بفرمایید. این به مراتب اهمیتش از اون حرف اول که گفته است ما برای جنگ رفتیم مهمتره، و اون نشون میدهد که اصولا فضای کنفرانس ورشو خوشبختانه به هیچ وجه هواخواه و علاقمند به جنگ نیست. من خودم هم خب طبیعی است که مثل هر ایرانی دیگه در این حالی دلم میخواد که حکومت جمهوری اسلامی ساقط بشه، به هیچ وجه علاقه ندارم که کشوری به ایران حمله بکنه. خب دو تا دلیل عمده برای این موضوع وجود داره. یکیش این که خب بالاخره ایران وطن ماست، گرچه ما دور از اون وطن هستیم علاقی داریم، خانواده هامون اونجاست، اونجا مدرسه رفتیم، اونجا دانشگاه رفتیم، اونجا درس خوندیم، اونجا کار کردیم، بنابراین دلمون نمیخواد اونجا لطمه ببریم. این یک دلیل. ولی دلیل دوم که به نظر من به مراتب مهمتر هست، به دلیل اینکه منطقی تر هست، چون علاقه به مملکت، علاقه به وطن یه حال احساسی است نه منطقی. در منطق چون جمهوری اسلامی که خب قدرتی نداره که با کشورهای غربی که سهل است با یک کشور کوچیک اون منطقه بجنگ، با چهار تا قارقارک مال 50 سال پیش که نمیشه در یک جنگ هوایی شرکت کرد، و الان همه ما هم میدونیم که جنگ های قرن 21 جنگ های هوایی دیگه، نیروی پیاده جز برای اشغال بعدی هیچ استفاده فایده ای ندارد در یک جنگ. اما ایرانی از یک نظر خب خیلی قویه، و اونم این استش که آقای حسن عباسی که یکی از تئوریسین های مهم ایران هست، جمهوری اسلامی هست، خودش چندین بار گفتش که در تمام کشورهای جهان مامورهای ایرانی حضور دارن به صورت خابیده، که به محض اینکه لازم باشد اونها رو اکتیو خواهند کرد. بنابراین می شود گفتش که تنها نیروی واقعا قوی ایران شبکه های تروریستیشه. ولی
از جمله آمریکا تجربه جنگ ویتنام رو دارن و در جنگ ویتنام لطمه بسیار شدیدی از گروه های تروریستی که نمیشه گفت اونا چون وطن پرست بودن ویتکونگ ها خورد، که منجر شد بالاخره به صلح بین ویتنام و آمریکا. این تجربه رو که دارن میدونن که ضربه بسیار مهلکیست حرکت های تروریستی، و برای مقابله برای این موضوع تنها کاری که خواهند کرد این است که طوری ایران رو میکوبن که فرصت سرخاروندن نداشته باشه و تمام زیربنای اقتصادی مملکت رو از بین میبرن، و این چیزیست که ما هیچ کدومون دلم نمیخواد اتفاق بیفته. به این دو دلیل من اصلا علاقه ندارم که به جنگ بینجامد نتایج تصمیمات کنفرانس ورشو. اما از اون مهمتر این که بالاخره کشورهای غربی از جمله آمریکا، از جمله خود اسرائیل، از جمله کشورهای اروپایی سلاح بسیار مهمتری دارن به نام اقتصاد. ملاحظه بکنید که در از این فاصله چه لطمه عظیم به پول ملی ما زدن، چه گرانی به وجود آوردن، چه بدبختی به وجود آوردن. ملاحظه کردید که مردم لابد نگاه کردید توی اینترنت و کامپیوتر که مردم برای یک لقمه گوشت چه بلای سر خودشون میارن، 10 ساعت تو صف میستن و بعد چیزی که نصیبشون میشه یه مش خورده آشغال گوشتی هست. اینا همه لطمه‌ای است که از نظر اقتصادی کشورهای دیگر به ایران زدن، و همین راه برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی کافی هست و هیچ نیازی به ایجاد یک جنگ جدید نیست. این هستش که خب من امیدوارم که به هر حال از کنفرانس ورشو نتایجی حاصل بشه که نشون بدهد که جمهوری اسلامی لااقل برای خود سران اون مملکت نشون بده که در کل عالم تا چقد منفور هستن، تا چقد ناخواستنی هستن، تا چقد نامحبوبن، چقدر تمام کشورهای جهان مستقیم یا غیر مستقیم ضربه خوردند از سیاست و سیاست‌های استراتژیک و تاکتیکی هر دو تا در تمام دنیا. بنابراین امیدوارم که به نتایج مطلوبی در بیاد. من البته خبرهای امروز کنفرانس رو هنوز تعقیب نکردم، شب خواهم خوند. به هر حال تا اونجا که من میبینم الان تا الان فضای بدی نیست در کنفرانس. سپاس از توضیحاتتون آقای آموزگار. اگر ما مسئله این که ایران به تهدیدی در منطقه، یا به عبارتی ما میتونیم بگیم جمهوری اسلامی به تهدیدی در منطقه، همیشه بفرمایید جمهوری اسلامی. بله. جمهوری اسلامی با ایران فرق داره. ایران یه مملکت متمدنه، ایران یه مملکتی است که به همه دنیا دلش میخواد روابط خوب داشته باشه. بله. جمهوری اسلامی یه چیز دیگه. بله. هیچ وقت به جای جمهوری اسلامی ایران رو به کار نبرید. این توهین نه تنها به کشور هست، نه تنها به ملت ایران هست، بلکه به تمام تاریخ ادبیات و فرهنگ ایران توهینه. بله، ولی متاسفانه آقای آموزگار الان کشور ما رو اینها دارن رپرزنتیو میکنن، یعنی به اصطلاح معرفه کشور ما اینها هستن. خب کار بدی میکنن، این که دلیل نشد. به هر حال ما چرا بشکم بدیم آقای آموزگار؟ اگر ما بخوایم بگیم که تهدیدهای جمهوری اسلامی و یا یک مقدارم تحریف‌های اسرائیل که از ایران به عنوان یک از جمهوری اسلامی حتی به عنوان یک تهدید در منطقه همیشه صحبت یاد کردن، اتحاد خاصی ما بین اسرائیل و کشورهای عربی که اکثرا همسایه ما هستن به وجود آورده، منهای یه دونه که سوریه است، و ما میدونیم که جمهوری اسلامی و سوریه روابط خیلی تنگاتنگی دارن، مخصوصا در سالهای اخیر که جمهوری اسلامی تمام کمال به آقای اسد کمک کرده در دفاع از به هر حال تمام کشورش. شما
این رو که الان اسرائیل یه دونه فقط کشور در منطقه هستش که دوستی خاصی نداره. آقای آموزگار، ما در تجمع مجاهدین در ورشو شاهد این بودیم که آقای رودی جولیانی اونجا حاضر شدن و با مبلغی که طبق روال همیشه خانم رجوی در حساب بانکی ایشون ریخته بودن، از ایشون، از این گروه تروریستی و نامحبوب در بین مردم ایران و طرفداری کردن. چند درصد فکر میکنید که هدف دراز مدت آمریکا و اسرائیل ایجاد یک جنگ داخلی در ایران هست که به همین دلیله که دارن گروه تروریستی مثل مجاهدین رو حمایت میکنن؟ چرا؟ چون میتونه ابزار خوبی باشه برای شعله ور کردن جنگ داخلی در ایران. بفرمایید. مجاهدین قدرتی دیگه براشون نمونده تا اینکه در ایران بتونن، اگر یادن بخواهن یک جنگی ایجاد بکنن، در این جنگ بتونن نقشی داشته باشن. حالا خوب یا بد اون یه موضوع دیگریست. اصولا مجاهدین در ایران خیلی محبوب نیستن و کاری نمیتونن بکنن. آقای جولیانی و نظایر اونها پول میگیرن و میان سخنرانی میکنن، هیچ کدومشون از ته دل که نیستش. برحال جولیانی یا آمریکاییست، سیاست مدار آمریکاییست، ولی این حال یه بیزنسمن پولی میگیره و میاد اونجا. چه خوب که این کار میکنه. به هر حال ما میدونیم که هر سنگی رو که هر کس بندازد به طرف جمهوری اسلامی به نفع ما هست. ولی من هیچ وحشتی از این بابت ندارم. من معتقدم که ببخشید آقای آموزگار، به صحبت چون 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم برای صحبت، من سوالی که داشتم از شما اینه که حضور طرفداران شاهزاده رضا پهلوی در ورشو هم اونها هم حاضر بودن و آقای شاهزاده رضا پهلوی گفتن که شرایط امروز ایران رو مثل شبیه روزهای آخر یا ماهای آخر قبل از خروج پدرم از ایران میبینم، سال 57. آیا فکر میکنید واقعا چند درصد میشه امیدوار بود که جمهوری اسلامی به نقطه پایان، یعنی به ماهای پایان رسیده؟ بفرمایید. من البته آقای آموزگار، بسیار سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید در این گفتگو. همچنین از آقای افشین افشینجم تشکر میکنم که در این گفتگو با ما همراه بودن و تا فرصتی دیگه که بتونیم باز بیشتر در مورد مطالب دیگه با شما بنشست و گفتگو بنشینیم، از شما حضورتون مرخص میشیم و تا فرصتی دیگه بدرود. ما در گیت 5 استادیوم ملی مستقر شدیم با همکاری پلیس و گروه‌های مدیای لهستانی اومدن. ما منتظر مدیاهای دیگه از آمریکا و اینترنشنال به ما قرارداد بدهیم و با ما مصاحبه بکنیم و به اصطلاح برنامه ما رو تغییر کنیم. ایران نداره، ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره، ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره، ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره.